سلام، من مهدی پور یادگار، گوینده و خبرنگار. امروز افتخار دارم با پروفسور رحیم رحمانزاده، چهره آکادمیک، پزشک و جراح ایرانی گفتگو کنم. کسی که به عنوان یکی از پایه‌گذاران جراحی مدرن ارتوپدی و تروماتیک و تکنیک های جراحی خاص در جهان شناخته شده است. پروفسور رحمانزاده برنده جایزه جراحی و دارای مدال درجه یک لیاقت از رئیس جمهوری آلمان به واسطه نوآوری‌های مهم و بدی در رشته ارتوپدی است. با هم با زندگی، فعالیت‌ها، افتخارات و البته بخشی از چالش‌های مهاجرت ایشان آشنا می‌شویم. من می‌خوام جراح بشم، به مغز خر رو با مغز انسان عوض کنم. دبیرستان رو در تهران کالج البرز تموم کردم. اینم باید بگم که من 10 سال تو رشت زندگی کردم. حقیقتش بگم درس خون نبوده. من کارم ورزش بود، موسیقی بود. سر راه که می اومدم به آلمان، اومدم استانبول. گفت شما پزشکیم؟ گفتم بله. تو استاسیون بعدی آقا پیاده شد در رفت. یه روز خونه نشسته بودم، دیدم که یک جعبه اومد. جعبه رو باز کردم، دیدم که جایزه گرین بیست. خب مدرن‌تر اتاق عمل من اونجا درست کرد. لگن خاصره رو که تعویض کردم، فکر کنم در دنیا انجام گرفته نشده تا حالا. کسی این کار رو نکرد. یه مجله بود، توی این مجله همیشه اعلام میزدن که فلان بیمارستان آسیستان میخواد. تصادفاً یه بیمارستان تو مانهایم دو تا آسیستان می‌خواست. من و فهیمی دو تامون هم خوشحال شدیم. گفتیم حالا دو تامون هم می‌فرستیم چیزامون رو. یکی از دوستام به آلمانی نوشته بود. ما فقط امضا می‌کردیم می‌فرستادیم. گفتم دو تامون هم بگیرم. دو تامون هم توی بیمارستان هستیم با هم کار می‌کنیم. البته نامه‌هایی که برمیگشت همیشه یه می‌نوشت لایده. جواب منفی می‌دادن. لایده رو که می‌خوندیم می‌فهمیدیم که نه جواب دادم. این نامه ای که از مانهایم برگشت لایده ننوشته بود. برای هر دوتامون. دوتامون هم خوشحال شدیم، گفتیم که گرفتیم کارو. مثل که ما رو گرفتن. دوتامون هم توی بیمارستان. یه خانم خیلی زیبایی هم اونجا بود. یه دختر خانم انگلیسی بلد بود یا خوده. من رفتم پلوش و گفتم که این نامه چجوریه؟ خوبه اینا؟ گفت it's very good, very good. It's okay. خوشحال شدیم، گفتم خب پس بنابراین دیگه کارت تمومه. گرفتیم کارو. یه دوست داشتیم، این از دوست، اینم از دوستای رشد من بود. دکتر مشایدی، خدا بیامرزش، 2 سال پیش فوت کرد. اینم آلمان تحصیل کرده بود، برلین تحصیل کرده بود. گفتیم بریم پلو اون، بریم اینا رو بخونه ببینیم که واقعا جریان چیه. سر راه که می رفتیم، دکتر فهیمی گفت که ما اشتراسون بان سوار شده بودیم، میتونستیم پیاده بشیم، دوباره سوار شدیم با همون بلیت. پیاده شد، گفت که رحیم بذار یه 2 دقیقه بیا اینجا، من یه چیز بنویسم، این پست بندازم. گفتم چی میخوای بنویسی؟ گفت 2 دقیقه بیا. اومدیم پایین یه چیزی نوشت و پست کرد، انداخت تو پست. اومدیم سوار شدیم، گفتم چی نوشتی آخه با این عجله اینا؟ گفت به پدرم نوشتم که من شغل پیدا کردم اینجا، من برات بلیط هواپیما میفرستم، به زودی تو هم بیا اینجا. گفتم آخه هر جون ما هنوز نمیدونیم که 100% ما رو گرفتن یا نه. به چقدر بهمون پول میدن، چقدر حقوق میدن، تو این چه کاری بود نبیش؟ گفت نه دیگه میدن، دیگه آسیستان بهمون پول میدن. رفتیم پیش دکتر مشاهدی. دکتر مشاهدی تو اتاق عمل بود. درست 3 ساعت نشستیم تا دکتر مشاهدی اومد، نامه رو دادیم بخونه. نامه رو خوند، گفت بله، نوشته که متشکریم که شما میل دارید که تو بیمارستان ما کار بکنید، ولی رئیس بیمارستان اینجا نیستن. باید تصمیم ایشون بگیرن. اینه که ما نمیتونیم تصمیم بگیریم که شما رو برداریم یا برنداریم. ای بابا. 2 روز دیگه نامه اومد که شما رو نمیگیریم. چقدر دردناک. حالا فکر کنید که به موقع برگشتن دکتر فهیمی به من میگه که نمیتونم برم از تو پست کاغذ رو در بیارم. یعنی همچون. خلاصه ما اومدیم خانم دکتر امینه، هم ایران خانم، ما رو برد
منو برد پیش یک رئیس کارخونه کاغذسازی. من گفتم بیرا خانم لطفاً نگو که من پزشکم. بگو اومده آلمان. آلمانی یاد بگیره. نشستم خب منم یه دست لباسم تمیز همیشه تمیز بود. همیشه من این دستمال که اینجا میبینید شما از دوره بپرسید. الان ما 60 چند سال با هم هستیم. این دستمال من همیشه اینجا بوده. عکسای منم ببینید اینا. یعنی وضعم اونجوری بود همیشه. اینم رئیس کارخونه گفت آخه من به این چه کاری بدم که این میتونه بکنه با این قیافه‌اش اینا نمیتونم کارا رو. ایران خانم من برگشت گفت که اینجوری میگه. گفتم بابا شما بگید که این قویه همه چیز میتونه برداره بذاره چمدونا رو برداره کاغذا رو برداره این برون بر بذاره فلان. من قوی هستم نه ولی بعد اون بهش میگه میگه آخه بابا این من این ناخوناش کثیف میشه من میدونم که این مرد این کار این نیست بتونه این کارا رو بکنه. یه دفعه ایران خانم گفت آخه این دکتره. دوباره اینجا بفتن. بابا گفت آقا ما دوباره دکتر کار نداریم اینجا چون آوردی اینجا به گفتم نه فقط میخواد زبون میخواد یاد بگیرنم. گفت خیلی خوب روز پنجشنبه بود. گفت پس روز دوشنبه بیا شروع بکنید به کار. خب خدا بشه. حالا یه چیز جالب آخه اینا چیزایی است که باید بهتون بگم هر چقدر خواستیم بنویسین نخواستیم ننویسین. ما تو استانبول که نشسته بودیم گذرنامه همون داده بودیم به من ویزا بدن صحبت میکردیم بیرون با هم دیگه من و احد دکتر فهیمی. یه دفعه خانم اومد بیرون گفت که دکتر فهیمی دکتر احد آقا گفت که بله گفت شما چقدر میخواد اینجا بمونید در آلمان. گفت 5-6 ماه رفت. ما هم چیزی فکر نمی کردیم همجور نشسته بودیم دیگه. بعد از 7-8 دقیقه اومد گفت دکتر رحمانزاده. گفتم بله منم. گفت شما چقدر باید اونجا بمونید؟ من همه جوری چون صحبت می کردیم. گفتم 3-4 هفته. آها. همه جوری ویزا همون رو دادن اومدیم آلمان. رفتم کار بکنیم به من گفتن شما میتونید فرودیت کار بکنید هیچ مسئله نیست. دکتر فهیمی گفتن که شما اجازه کار ندارید. حالا معلوم شد که نه اینکه 5-6 ماه گفته بود مهر زده بودن رو گذرنامه‌اش که این اجازه کار نداره. به چون من گفته بودم که 2-3 هفته فقط مهر اینا نداره نیک من میتونستم کار بکنم. خلاصه رفتیم براش درست کردیم اجازه کار گرفت خانم ایران خانم خیلی زرنگ بود کار گرفت اینا. بعد براش رفتم کار پیدا کنیم. زمستونم بود سرما اینا یه کارخونه پیدا کردیم که کارخونه سیمسازی بود. رفتم اونجا شب رفتم اونجا دکتر فهیمی هم آخه ضعیف بود گردنش ضعیف سرش هم کوچیک خوده یه پالتو یه خوده چیزم پوشیده بود اونجا شیخه داشت روسی مانند اونا. رفتم اونجا گفت که کی میخواد کار بکنه؟ احد رو نشون داد دکتر فهیمی. گفت آخه کار سنگینه، کار این نیست این کار. گفت چطور؟ من فهیمی گفت نه من قوی هم میتونم فرام. گفت خیلی خب بس بیا امتحان کن. اون چیزایی هست سیم کیچیمای خاردار رو گرد درست میکنم، گنده درست میکنم، میذارم. گفت بیا اینا رو باید تکون بدین اینا رو بده. دکتر فهیمی چند دفعه اینجوری کرد اینا تکون بده. نتونست تکون بده رد شد، رفوزه شد. بنده خدا. بعد اومدیم براش یک کار پیدا کردیم. خیلی راضی بود از اون. صبح ساعت 5 می اومدن می بردنش. شب ساعت 7 تحویلش می دادن. می گفت خیلی کار خوبیه. کارخونه چیز اداره سیمکشیه. ساختمان هایی که درست میکنن. اونجا اینا سیمکشی میکنن. من سیم نگه می دارم اونجوری اونا هم میخ می دادن. من خوشبختانه اون بیمارستان مانهایم نوشت به من همون روز پنجشنبه که من اومدم از کارخونه کاغذسازی به من نوشت که شما بیاید اینجا میخوایم شما رو شخصا ببینیم. یه دوست من اونم بازم خدا بیامرزدش فوت کرد اون در
مونیخ لیسانس شیمی شده بود. شیمی خونده بود. سعدی قربانزاده. اون گفت که من با تو میام. با هم دیگه بریم. منجا چیز کنیم. با تو رو معرفی کنیم. خب پول نداشتیم که پول ترم بدیم. بردیم هر چی که داشتیم. طلا اینا داشتیم. لایهاز گذاشتیم. میدونه دیگه لایهاز چیه؟ لایهاز چیزایی است که من... یعنی جایی برای قرض دادن و اینا باشه. بله. هر چی آدم میده اونجا. یه مقدار آدم پول میدن. هر وقت که بردین اون پولو دادین، اون جنسی که دادین بهتون پس میدن. لایه هست. حالا اونقدر تلملا نداشتیم که ما تو تبریز، تو استانبول ازدواج کرده بودیم. به ما فامیلینا نداشتیم که به اون ترازی بدن اینا. هر انگشتری داشتیم اینا. اونها رو بردیم دادیم و با پول اون ما رفتیم به... رفتیم به چیز. مانهایم. حالا... رفیق من با رئیس بیمارستان صحبت میکرد. اون میگفت یا، منم میگفتم یا. میگفت ناین، منم میگفتم ناین. رئیس بیمارستان گفت که من دیدم که این یک کلمه آلمانی بلد نیست. من از قیافش میبینم که این زرنگه. اینو من برمیدارم. یه آسیستان ترک هم دارم و من بهش کمک میکنه. باور کنید از خوشحالی اومدیم ما توی چیز بانهوف مانهایم. نشستم اونجا. من در عمرم آبجو نمیخورم. یعنی اواخر شروع کردم یه گاه بودن اینقدر آبجو میخورم. نشستم با هم دیگه از ذوقمون زنگ زدیم به زهره، به سردایی، به فهیمی. همشون منتظر بودن دیگه. گفتیم منو گرفتن. خب یعنی منو گرفتن، اونا رو یه موقع براشون کار امیدوار میشدن دیگه. خلاصه ترین اول از دست دادیم، ترین دوم از دست دادیم. عوضی که ساعت 4 بعد از ظهر برسیم اینجا، ساعت 12 شب رسیدیم اونجا، برف هم تا اینجا. خلاصه منو قبول کرد این چیز. گفت من تا شما زودتر بیاین، چون اینجا خونه خیلی مشکلی پیدا کردن، برگردید. ما برگشتیم. اون موقع هم خونه پیدا کردن مشکل بود آقای پروفسور. خیلی اصلا عجیب مش. حالا داستان اونم بازم بهتون میگم. شما خواستیم بنویسین، نخواستیم ننویسین، چون میخوام اینا بدونید که ما واقعا با روزای مشکل گذروندیم. واقعا اومدیم حالا چیز ما هر چی پول میخوام چیز کنیم پول نداریم. همه چیزمون رو دادیم لای هاوس. چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ از اون برم رئیس بیمارستان مانهایم نوشت که شما نیومدین تا حالا. اگه نمیخواید بیایید من یکی دیگه رو بگیرم. اوه مای گاد. خلاصه به هر وسیله بود پول جمع کردیم این بر اون بر. من اومدم مانهایم. ظهر رو گذاشتم هنوز تو مونیخ بمونه. اومدم مانهایم و خیلی جالب بود. شب ژانویه بود. من به یه آقای خیلی شیک اومد چمدونای منو بگیره که ببره بالا. من نذاشتم تعارف ایرانی. گفتم نه خواهش میکنم من خودم برم. بعدا معلوم شد دربان اونجا بود. خب اون شیک لباس شیک پوشید و چش بود. خلاصه من رو بردن یه اتاقی که مال برای من در نظر گرفته بود. بردن تو اون اتاق و یه دندون درد شدیدی هم داشتم. به زبون بلد نبودم. اسم دواها رو نمیدونستم. چی بگم هستم. بعد از اون برم نه اینکه چیز بود. بیمارستان کاتولیک بود. کلیسا هم روبروش بود. هر 5 دقیقه دلانگ 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 زنگ میزد. ساعت 12 که شد یکی در اتاق من زد. یه پرستار اومد یه حرفی زد من که نفهمیدم. گفت واین واین کو. گفت واین فهمید. گفتم واین یا 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 یا. این رفت برای من واین آورد. واین خوردم تقریبا واین شیرینه. گلو واین بود. آه از اون. نه گفتم جهنم هرچی باشه یه خود تسکین میده. آره. بعد فرداش رئیس بیمارستان اومد و 32 تا راهبه بیمارستان بود. اینا همه مثل پینکوان لباس پوشیده بودن. اینا با من شروع کردن صحبت کردن. چیز اینا رو به من معرفی کردن. شف اینا رو به من معرفی کرد. من هم نمیفهمدم چی میگه. یه چیزایی گفت. بعد از اینکه رفت از اون آسیستان ترکش پرسیدم که چی گفت به شف اینا. گفت اینا رو یکی یکی معرفی کرد. گفت فردا میام اسمش ازت میپرسم. باید درست بگی اسمش رو. اینجوری خیلی آدم
چیزی بود. بعد گفتم که خب چه جوری میشه؟ اسمای معمولی هم نبود. اسمش مثلا شوستر پلانتانا، شوستر ماریرمینا، نمیدونم شوستر. خلاصه ما شروع کردیم اونجا کار کردن و ماه اول بود حقوقی که من گرفته بودم نصف شب قبلا گرفته بودیم. نشستیم با هم دیگه داریم این پولا رو چیز میکنیم، باز دوباره میشماریم، صحبت میکنیم که پول گرفتیم، حقوق گرفتیم. یه دفعه یه پرستار اومد گفت شما مهمون اومده براتون. ما تعجب کردیم، گفت مهمون؟ ما رو کسی نمیشناسه، مهمون کجا اومد؟ در رو باز کردیم دیدیم خدا بیامرز خانم دکتر فهیمی با سهراب تو دستش اومدن. گفتم شما کجا اومدن؟ گفت برای احد یه کار دادن تو ورمز. ورمز 20 کیلومتری مانهایم. اومدیم اونجا، پول هم نداریم، هیچی هم نداریم. احد گفت رحیم حتما امروز حقوق گرفته، برو پروش پول بگیر که بیا اینجا. حالا خیلی جذابه. اومد از خوشحالی و اینا پاشدیم با هم دیگه رفتیم پیش چیز دکتر فهیمی. اینا ولی تو بیمارستان بهش خونه داده بودن. آها. خونه داده. رفتیم و نصف مرغ یا خونهشون مونده بود. اونم فهیمی که خورده بود اونو. گلر شروع کرد باهاش دعوا کرد. اینکه آه بابا نصف مرغ مونده تو اونم خوردی. آخه بچه اگه می آوردم گوش نمیموند. خلاصه زهره مدت اونجا موند و من برگشتم بیمارستان. و تو این بیمارستان بعداً متوجه شدم که میتونستم من خودم برای خودم یه اتاق تو بیمارستان بگیرم. ولی طفلک به زهره براش خونه پیدا نکرده، منم خجالت میکشم. میگفتم نه راهبن آدم نمیتونه خانمشو بیاره تو اونجا. توجه میکنه؟ حتی یه ایموبیلی مارکلر بود، یه زن شوهر، اینا اجازه دادن که زهره شب اونجا بخوابه. یعنی اینقدر وضعمون بد بود نتونست خونه پیدا کنیم. خلاصه بعد از یه مدت یه خونه پیدا کردیم. ما هیچ اساسی همون رو میبردیم میدادیم به چیز، لباس همون رو اینا رو همش رو میدادیم به همون لای هاوس. چون یه دکتر ترک که اونجا بود خیلی آدم بدجنس بود، خدا عمرش بده، من چیز ندارم، ولی آدم بسیار بدجنس بود. بهش چند دفعه گفتن که بابا برو بیمارستان بگو که پول حقوق ما رو قبلا به ما بدن، ما آخر ماه بالاخره کار میکنیم اینجا. نه من دیگه از تو نپرسم که پول داری یا نداری، فقط خواستم حالتون رو بپرسم. ما رو خیلی بد معامله کردیم. خلاصه کار ندارم، گذاشت رفت. رفت و اونو شف بیرونش کرد. بعد از اینکه من اینو می‌خواستم بگم، من یک ماه که اونجا کار کردم کارم طوری بود که این رئیس من از من خیلی خوش اومد. به اونو بیرونش کرد و من شدم نفر اول اونجا. اصلا بدون زبان هیچ چی بلد نبودم. فقط تنها چیزی که بود ما نه اینکه اینا نمی‌خواستم همه کاملا شهر بدم، استادای ما تو استانبول استاد آلمانی بودن، یهودیایی بودن که زمان جنگ می‌خواستن برن ایران. و چون اینا وقتی رسیدن به استانبول، ایران با آلمان چیز مصالحه کرد و اینا دیگه نمیتونستن برن ایران، موندن استانبول و دانشگاه استانبول رو به سبک آلمان درست کردن، دانشگاه پزشکیشون. اینه که اونجا آلمانی درس میدادن، به معاونشون هم به فارسی، به ترکی به ما ترجمه میکرد. خلاصه تا اندازه اون کلمات اصطلاحات پزشکی رو میتونستیم تو اتاق عمل ازش استفاده کنیم. ولی من چیزی که یاد گرفته بودم به مریضا میگفتم که دست ماخ نیست. خب یعنی اتفاقی نمیفته، مشکلی پیش نمیاد. من ویزیت نمیکردم، یه شبستر داشتیم چلاغ بوده. شبه 75 سالش بود اون موقع، الان 90 سالم. من اون موقع برای ما خیلی مسلم بود، من 26-27 سالم بود. بعد این میرفت به شف میگفت آخ شف فارس
diese ausländische Doktor hat wieder keine Visite gemacht. Chefen bana devam gibi, chef hele temperamentvoll bir. Verdammt noch mal, du musst doch Visite machen. Yani ki alma bana binanda tercüme bakan bazı Almanya balad nisam ki in doktor harici dobara vizit nakerdi. Vizit nakerdi. Benim bir Wörterbuch, Türkçe bir Almanya, Almanya bir Türkçe gözaştım tu ciba. Ve mi raftan vizit bakınam, yine baz mı kadan, bir merizan işim mi dadan, merizan mi kundan, cevap şu verak mı zdan. İyi atraksiyon şu da bu böyle merizan, Allah şadı. Merizan bağlar kunet, kendisini doğru mu kadarına ki ben miram bunca, bu aynı ben biştar sohbet bakınam ya. Yani cahil, ahir çizay, cahil ziyad var. Yek şam, inan bat begem. Mahem fevriye şu, danışçıya ki, tu danışçı değil, pezişki Heidelberg'den tatil taştan. İnan miyumadan ki çiz bakanın, doğru praktik bebine. Ya ağay umad, her ismi hiç yadam nemiyerim. Ben ismi yadam nemiyerim, vali ismi on hiç yadam nemiyerim. Her graba, bakanım iş. Umadan önce, این انگلیسی بلد بود. گفتم خیلی خوب شد. این که انگلیسی بلده من که ویزیت میکنم برای من ترجمه میکنه با هم دیگه میتونیم ویزیت بکنیم. ضمن ویزیت رفتیم توی یه اتاقی. بعدا فهمیدم که این اتاقی بود که مریضایی که دیگه پرفینال بودن یعنی من اصلا که دیگه شب آخرشون بود اینا اونجا میخوابونیم. این مریض رو عمل کرده بودیم تمام میده رودش اینا رو در آوردیم چیزی پانکراس داشت لوزل میده سرطان لوزل میده این به من یه چیزایی گفت منم بهش گفتم که خب اسمم نیست اینجوری دیدم یه دفعه این دکتر هر گرابا که پلو من بود شروع کرد خنده کردن از اتاق رفت بیرون من عصبانی شدم اومدم بیرون گفتم گرابا کار خوبی نبود پلوی همچون مریضی که اینقدر سخت مریضی این آدم گوید که خنده نمی کنه اینجوری گفت آخو شما می دونید اون چی گفت شما چی کار کردین گفتم اون چی گفت گفت اون گفت که من فکر می کنم این شب آخر منه شما گفت اشکالی نداره شما مرتب می گفتیم پشترش که دست ماخ نیست خب شما جای من بوده که خنده نمی کردین عجب گفتم خب بس برو بینو به شف بگو که چه فیاسکوی میشه وقتی من بیت ویزیت بکنم ولی در هر صورت این دو تا چیز اپیزود دیگه هم بگم لباس ها ما رو میبردیم میدادیم به لای هاوس که به ما پول بدن دیگه یه روزی من یه پارتو داشتم خدا پیامو پدرم از ایران فرستاد بود چون ترکیه دیگه اون موقع اجازه نمیدادن که از خارج لباس بیارن پارچه بیارن خودشون پارچه درست میکردن پارچه هاشون مثل گونی بود ولی الان پارچه های انگلیسی رو از اینجا اونجا درست کنید چقدر خوب شده الان بعد اون پارتو من دیگه پوز میدادم با اون پارتو گفتم اینه ببریم بدیم حتما خیلی پول میدن به زهره گفتم تو ببر بده زهره گفت نه تو ببر بده خجالت میکشیدیم نه خلاصه با هم رفتیم پارتو رو دادیم همش 15 مارک با ما چیز دارم پول دادن ولی حسنش این بود که دیگه نپرسید که اسمتون چیه کجا کار میکنه چون خجالت میکشیم بابا بگی دکتریم تو بیمارستان کار میکنه آبا بدیم پارتو رو اینجا راه گرو بذاریم پول بگیریم اومدیم بیرون دیدیم که تمام مشخصات ما رو میدونه همش نوشته خودش احتیاج نه بعد چیزی یه دفعه هم یه رادیو داشتیم این رادیو رو قصه گرفته بودیم اینو بردیم دادیم با زهره باز دوتایی با هم قبول نکردن گفتن کاغذ خریدش کو گفتم خب اینو قسطی گرفتم گفت قسطی نمیشه قبول نکرد منظور که فکر کنید که در چه وضعی گیر کرده بودم و چون گفته بودم که از روزی که من تحصیلم تمام شد از پدرم پول نخواهم گرفت به پدرم ننوشتم ولی با چنگ و دندون پدرم همیشه میگفت که بعد از 6 ماه که نوشتم میگفت که 6 ماه رو به من تو زهر خوروندی برای اینکه من نفهمیدم تو کجا هستی و چجوری زندگی کردی که خب نگران بودم که وضع چجوری است در صورت حالا زهره حامله بود حاملگیش خیلی مشکل بود اینم بگم که قبل از اینکه ما ازدواج بکنیم به زهره به شوخی میگفتم که من 12 تا بچه میخوام میگفت آره سر بچه اول گیر کردیم سخت مریض شد و خوابیده بود 4 ماه تو بیمارستان بود و
من با کفش راحتی تو خیابون را می رفتم. کفش نداشتم، کفش درست با اون کفش تو خیابون را می رفتم. یه چیزی کاری داشتم، دیدم که یه جایی نوشته، انگول گذاشته اینجوری، نوشته 5 مارک. فقط 5 مارک تو جیبم پول بود، خدا شده. این 5 مارک رو دادم، گفتم خوب شد. اینو میگیرم، میبرم، میذارم برای زهره که زهره اینو بخوره. خب مریض بود، خب دو بود توی مارستان دیگه. 5 مارک دادم و این انگور رو گرفتم، آوردم، شستم، گذاشتم پلو زهره، گفتم زهره این انگور رو بخور. یه دوست داشتیم ما، این دوست ما، تنها دوستی که داشتیم این بود. توی مانهایم پیدا کرده بودیم. این یه ماشین فیات داشت به این بزرگی، به خدا. سیگارم میکشید پشت سر هم. این اومد دیدن ما. چون زهره تو اتاق خواب بیمارستان خوابیده بود، تخت خوابش اینجا بود، اینم نشست اینجا، منم این چیز رو، انگور رو گذاشته بودم اینجا. حالا فکر کنید که این در تمام مدت که اینجا نشست، این انگور رو خورد، هر دونه از این انگور که میخورد، مثل اینکه از من یه بشکون میگرفتن. تمام انگور رو خورد. زهره این انگور رو نخورد. شما فکر کنید، یعنی آدم به چه وضعی میفته که در زندگیش یه همچو حالتهایی چه، من که آدمی که در زندگی اصلا به این چیزا ارزش ندارم برای من، اون انگور انقدر برای من مهم بود که زهره این انگور رو بخوره، همه انگور رو خورد. توجه میکنید، اینا داستانایی بود که خلاصه یه مقدارش دیگه قطع میکنم که شما هر سوال دارید بپرسید، بهتون بگم. بعد از اینجا میتونم بهتون بگم چجوری شد این چیز من، از اینجا چجوری شد رفتم به دانشگاه. اتفاقا من سوالم همینجاست. شما در دانشگاه ماینز به مقام پروفسوری رسیدید و درسته؟ اجازه بدید که قبلشو بگم اینو. آخه یه باشه. به این سادگی نبودین. اوکی. اینم به این سادگی نبود. خب زبون که بلد نبودم. زبونو من و زهره همینجوری یاد گرفتیم. ما 1 ساعت معلم زبون نداشتیم. زبون رو با معلمامو یاد گرفتیم، با همکارامون. بیاین که شوسترهایی که اونجا بودن تو بیمارستان مانهایم، پرسترها، اینا به ما کمک میکرده. باور کنید، 1 دفعه نیم ساعت طول کشید به من گفت که واسه زریشتش، واسه زویشتش، بخواست به من بفهمونه. که کدوم درسته، کدوم مهمه. شوسته فریدبورگا بود. اینا رو کتاب نوشتم، تو اون کتاب هستش، خدا شده. بعد از اینا ما آلمانی رو اونجوری یاد گرفتیم. بعد تو این بیمارستان میشد 2 سال موند برای تخصص قبول میشد. ولی منو نذاشتم برم. من 2 سال و نیم نگه داشتم، به من میخواستم بیام بیرون. ولی من یه وضع اونجا داشتم تو این بیمارستان که اصلا شما تصورش رو نمیتونید بکنید. از موقعی که من اونجا بودم، اینه که میگم خدا به من یه استعدادی داده بود که چیز بود. وضع من طوری بود، عملای من اونجا انجام میدادم که متخصصین جراحی اون عمل رو نمیتونستم بکنم. یعنی من به اون وضع افتادم یه دفعه. به علت این که ماه اولم شف من اون چیزی بیرون کرد، اون یکی ترکه رو بیرون کرد، این بود که دید دست من، حتما دید یه چیزی هنری توش هست. برای همون و این وضع شده بود برای من که اصلا تمام عملهای بزرگ رو من تو این بیمارستان انجام میدادم. تمام توجه میکنیم. و وقتی که میخواستم برم، شفای من گفتن که تو نباید بری بیمارستان معمولی. اونجا اون موقع در ماینز بیمارستان اشتاد کرنگناز بود. پروفسور اوبردال هم شف اونجا بود، رفیق شف من بود. اون شنیده بود که من بعضم چجوریه. تو اون بیمارستان میتونستم تخصص من تا آخر ببینم. به من ماهی 3500 تا میداده، اینجا 750 تا من حقوق بگرفتم. منو قبول کرده بود که برم اونجا. شفای من گفت، یکی شف گینکولوژی بود توی همه بیمارستان، یکی هم شف جراحی بود. دوتاشون هم گفتن نه، تو باید بری بیمارستان دانشگاه. اینی میخوام بهتون بگم که چطور شد که رفتم اصلا به دانشگاه ماینز. دانشگاه ماینز. چون من میخواستم که
به وهله اول تخصصمون تموم شد برم ایران. روز شماری میکردیم. مثلا به اینا من رو فرستادن به دانشگاه ماینز. رفتم پیش رئیس دانشگاه رئیس بخش جراحی دانشگاه ماینز. اون اولین کسی بود که در اروپا لوز المعده را عمل کرد. یعنی جراح بسیار بزرگی بود. پروفسور کومله. رفتم پروش کاغذم رو دادم. گفت شما رو شفاتون خیلی تعریف کردن. بعضتون خیلی یعنی رئیساتون خیلی تعریف کردن از شما. کاریایی میکردید خیلی بزرگه. خیلی قابل تصوره. ولی من جا ندارم. یه جا دارم برای یه آسیستانم. اون رو فرستادم آمریکا پیش پروفسور کولی. اون که بیاد برای جراحی قلب اینجا چیز بکنه. اون موقع رؤسای بیمارستان رؤسای تمام قسمت ها بودن. اینم یه شخص بسیار خشک کاملا چیز پروفسور کومله. گفت که من از بودجه کار علمیم به شما ماهی 500 اورو مارک میتونم بدم و اگه خواستید بیایید. خب 500 من اینجا چیز زندگی نمیشه. 750 تا میگرفتم، 100 تا هم شف 150 تا ماهی به اضافه میداد اینا. هر 1000 اورو 1000 مارک میگرفتم. گفت 500 مارک. ولی چیزی که بود در این زمین زهره تو بیمارستان آمریکایی در چیز در مانهایم بهش کار دادن. زهره دندون پزشکه به خوشبختانه کار دادن. حالا اونم نمیخوام داستانش رو بگم طولانیه که زهره تو دانشگاهش زبان فرانسه خونده، اومدیم اینجا آلمانی بلد نیستیم، تو ترکیه ترکی خونده، باید اونجا شروع کنه به اونا کار بکنه. بهش گفتن که تا 3 ماه باید انگلیسی رو انقدر یاد بگیری که بتونی با مریضا صحبت بکنی. تو خونه میترا یک ساله زبان داره یاد میگیری. این مصیبتی بود. یعنی ما قاطی پاتی داشتیم، مهمونای ترک داشتیم، ترکی صحبت میکردیم، ترکی آذری صحبت میکردیم، فارس بود فارسی صحبت میکردیم، زهره داشت دیکتافون داشت انگلیسی یاد میگرفت. یعنی یک قاطی پاتی عجب غریب بود. یعنی زهره حقوقش 1300 بود. از شما بیشتر. تمام دکترها به من گفته ها شف به من گفت که 500 تا بهت ماهی میدم، هر وقت خواستی بیا شروع کن. من گفتم آی پروفسور 500 مارک رو تا چه مدت؟ جاش بلند شد گفت کلیگ همکارم این یار و دسوا یار ایبرلگنزیش بنزی بولن کنه زیه دی سایت آنفانگن. میگه که یکی دو سال اینجوریه، میتونه هر وقت که خواستی شروع کنه. یک سال یا دو سال نمیدونم که تو ممکن طول بکشه. منم بلند شدم عقب اومدم بیرون. یعنی پاشو برو اگه میایی بیا. او مای گاد. ما اومدم به زهره گفتم دوره اینجوری. با زهره مشورت کردیم. تمام دوستایی که اون موقع داشتیم گفتن تو دیوونه ای مگه با این زبونت میخوای بری دانشگاه؟ 50 تا آسیستان اوبراز همشون اوبراز ها پروفسور همشون، به تو کسی اطلاع نمی کنه اونجا، نمیتونی عمل بکنی فلان. من با زهره صحبت کردم گفتم میرم و میرم اونجا. به این تصمیم من بود که پاییز چیز من از اونجا شروع شد که این شفای من نذاشته منو برم بیمارستان معمولی، رفتم به دانشگاه. شما خدا شاهده ماه اول بود. شانس خیلی مهم در زندگی خیلی مهمه. اولا شانسم این دوتا شفایی که تو مانهایم داشتم واقعا عاشق من بودن. چند تا اتفاقای من افتاد که اصلا دیوونه بودم برای به یکی همی که اومدم اینجا ماه اول به همین شف بزرگ اجازه داشتم من به عنوان نفر سوم یا چهارم اد بکنم، به اون کمک بکنم، آسیستی بکنم. آسیستان اولش همیشه یکی از معاونینش بود که اون پروفسور بود یا مثلا دانشیار بود چی بود. آسیستان دوم سوم میشم نسبت به اون. من نمیدونم من چه کارهایی میکردم که این خوشش می اومده. خودش هم شواب بود. نمیدونم زبان شوابی رو میدونید. برمیگشت به اون آسیستانش میگفت به اون اوبرارسش شفش که آسیستی میکرد. میگفت زیشتو زیستو رو میگفت زیشتو زیستو سومشتو ماهن
soğumuştum ahın. من متوجه نمیدم. اون که یعنی ببین ببین یعنی اینجوری باید بکنه. من میگفت یعنی من اینجوری باید انجام بدم. من چیکار میکردم که اون خوشش میومد به اون میگفت که اون میگفت باید اینجوری بکنه. من همینجوری خب کار من انجام میدم. من متوجه نمیشم. روز 27 یا 28 چیز بود. ماه بود یولی. من صدا کرد. گفت ایشاب فرزی این اشتله به انترابت. من برای شما یه شغل تقاضا دادم. و اصلا خیلی کردم که عوضی شنیدن. گفتم بی بی ته گفت یا از یه همه گود پشتند. شب پرزی هنه اشتله به انتراخت. نور ولی زی آسلندر زند دید اشتله ایز اشتله به انتر. دیم اخون شویرش که هایدگون. آب ایشاب بشتندم ده. ایشاب دراف بشتندم. اصلا من مات موندم. میگه شما چون خارجی هستین خارجی در واقع من یه شغل رسمی برای شما بله. پیدا کردم. اینو قبول نمیکنه دولت. ولی من بهشون اصرار کردم که این کارو بکنم. این دو سه ماه طول کشید تا اینکه من اینو این اجازه رو من دادم. و من از اون موقع میگم میتونم بگم که لیبلینگ شف بودم دیگه. یعنی مورد علاقه شف بودم. اصلا من دهنم باز میکردم کار تموم بود. مثلا صبح معمولا گزارش میدن دیگه شیفت میاد میشینه اونایی که شب کشیک داشتن میگن که شب این مریض اومد این کار کردیم فلان. اون روز که من کشیک داشتم مثلا با یکی از اوبراسا یه مریض رو عمل کردیم. شیفت شروع میکرد سوال کردن که چرا این کار رو کردیم؟ چرا این کار رو نکردیم؟ اینا شروع میکردن عرق کردن. من از پشت برمیگشتم میگفتم که هی پروفسور اشوار دبای اب اسکینگ نیش اندرس. خدا شده از روی عینکش اینجور نگاه میکرد میگفت هر رحمانزاده وارنزی دبای میگه شما هم بودین میگفتم یابول دیگه تمام شد. میومدیم بیرون بعد او برسه میومدیم برمومن با من دعوا میکردم میگم چرا زودتر حرف نمیزنی؟ چرا این حرفت رو زودتر نمیگی که ما رو اینقدر اذیت میکنه؟ یعنی یه باز و بعدن اتفاقات افتاد بعد فهمیدم که چقدر به من احترام میذاشتین. پدر مادرم اومد. پدر مادرم دعوت کرد خونش که در عمرش یکی از اوبرارساش خونش رو ندیده. یعنی هیچ کدوم از متخصصای اونجا خونش رو ندیده بودن ولی پدر مادر شما رو دعوت. هیچ کس خدا شده بجز. یعنی یک احترام برای من قائل بود. بعدن اتفاقایی که اونجا افتاد هیچ کدوم از این پروفسورایی که اونجا بودن که معاون شف بودن اینا هیچ کدومشون میل نداشتن بدون من عمل بکنن. هر وقت عمل مشکل داشتن به من میگفتن که رحمان میگفتن رحمان بیته شب میت بخ این اوپی مخ میت زورستش فرای لازم میگه که آقای رحمانزاده من آره بله اینا رو میگم چون که بعضی از مخاطبای ما آلمانی متوجه نمیشن تو از ایران ممکنه ببینن یا از جاهای دیگه برای همین من ترجمه‌ش رو میگم. اینا رو به من چیز میکرد که میکردن که از من چند روز قبل وقت میگرفتن که حتما آزاد کن که بیا با ما حتی دو سه تا از اینا شدن رئیس بیمارستان همون موقع خب چیزشون بود اومدم پیش زهره به زهره میگفتن دو سه برابر حقوقش بهش حقوق میدیم این با ما بیاد بریم بیانم مثلا شهرهای مختلف هیلدسایم بود، میندم بود، نمیدونم چی بود اینا شیف شدن رفتن اونجا، همهشون پروفسور بودن رفتن شیف و میومدن به زهره میگفتن که رازیش کن بیاد شما رازی کنین شوهرتون که بیاد اینا خب من نمیرفتن دیگه شناخته بودن شما رو نه اصلا دی بودن همهشون میخواستن با من عمل بکنن